گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 219. بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زدم، تا که بویی به مشامم ز گلستان آمد. موسیقی ایران واقعا یک ارتفاعی داره که موسیقی غربی نداره. موسیقی غربی خیلی افقی هستش و در همون سطح احساس و ایموشن میمونه، اما موسیقی ایران شما رو میبره به یه هفت آسمون دیگه. نوارهایی که ما داریم واقعا جواهر هستن و میخواستم یه جوری اینا رو حفظ بکنیم، مخصوصا برای گلها. از یادم دادی بربادم با یادم. و تمام این اطلاعات و تحقیقاتی که مربوط به گل هست با صوتش الان در اختیار همه هست در سایت گلها که www.golha.co.uk. یادم که در گلشن فقاری داشتم در میان لاله و گل آشیانی. تا به حال این کار برای موسیقی ما نشده و من به عنوان ایرانی، به عنوان کسی که موزیسینم، به موسیقی عشق می‌ورزم، از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم و تبریک میگم که شما این همت رو داشتید که تا به اینجا کار را به اینقدر زیبا پیش آوردید. همینطور که میدونی یکی از تاثیرگذارترین برنامه فرهنگی قرن بیستم ایران بوده و هم از آقای داود پیرنیا این ابتکار این برنامه بوده و این چیز 23 سال در رادیو ایران پخش شده از 1956 میلادی تا انقلاب. عزیز بشی به کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو تا قدرم. و بعد آخرش بعد از اینکه آقای پیرنیا از رادیو رفت و بازنشست شد، آقای ابتهاج در سال 72 عمر رئیس موزیک و رادیو شده و گلهای تازه بنیاد کرده که همه برنامه گلها ملحق کرده به گلهای تازه. یه خدمت بزرگی به فرهنگ این سرزمین هست با این دقتی هم که شما با کمک تکنولوژی امروزی دارین انجام میدین، برای پیدا کردن هر قسمتی از این موسیقی و شعر راه باز میشه برای نسل آیندهی که من امیدوارم که بیشتر از این نسل امروزی به این بخش از فرهنگ ایران توجه بکنم. وقتی که داشتم گلها رو برنامه گلها رو جمع میکردم از سراسر دنیا، متوجه شدم غیر از فقط برنامه گلها آرشیف های نفیس دیگه هست در سراسر دنیا که اینا احتیاج به حفظ و توصیه داره و این آرشیف ها در شیوانی و کلوزت های مردم، گاراژ های مردم هستن که دارن میپوسن و من وقتی که متوجه این مسائل شدم، من تصمیم گرفتم که یه پروژه جدید شروع بکنم به اسم گلستان. اما این درسته که بگن مشقاسم با انگلیسا ساخت و پاخ کرده؟ نه خودت بگو درسته؟ والا آقا ممکنه. چی میگی؟ یعنی انگلیسا با تو تماس گرفته بودن؟ والا آقا دروغ شده تا قبل. راستشو بخوایم بله. حرف مزخرف نزن مشقاسم. پس آقا اگه شما خیال میکنی ما مزخرف میگیم، اصلا حرف نزنیم بهتره. مومنت آیه سر باز قرد دارین حرفشو بزنیم. ما حرفی نداریم بزنیم آقا. سرچ های دقیقه که تو گلها هست ما همون سرچ ها رو ادامه میدیم تو گلستان که اول با سیلاندر مومی که در قرن 19 آخر قرن 19 شروع شده صوت ایران، بعد تو صفحه سنگی یا 78 دور شلک ریکوردینگز میریم، بعد دیگه تمام برنامه‌های دیگه رادیو، تمام فیلم های قبل از انقلاب، تمام
سریال های تلویزیونی یاد مونده قبل از 79 و بعد تمام مطبوعات و که روی کاغذ کاهی چاپ شده اینا رو سکن میکنیم در اختیار مردم بریدیم. پروژه واقعا بزرگه و واقعا وسعتش خیلی خیلی زیاده و ما نمیدونم شاید دیوانگی به سرمون زده که این پروژه به این بزرگی ما شروع کردیم، اما واقعا اگر یک کسی این کار نکنه تمام این آثارات به زبالدان تاریخی انداخته میشه و میپوسه و ما واقعا این بار سنگین تنها نمیتونیم برداریم. ما احتیاج به کمک شما هستیم و یاری شما و هر نوعی یا دونیشن مالی اگر توانایش داشته باشه یا هر نوع کاری که مثلا ممکنه شما هنری داشته باشه در زمینه کامپیوتر، در زمینه ادیتینگ، در زمینه ترجمه، در زمینه دیتابیس و کانتنت منیجمنت و اینها، ما واقعا احتیاج به دست همه دوستان داریم که بتونیم این کار به نفع اصلا تحویل خودتون و جامعه دنیا بدیم.